سلام سلام، خوش اومدید به اولین قسمت از فصل 2 گرینگو شو. فصل قبل تابستون بود، کلی گفتیم حال کنیم. این فصل دیگه پاییز برگریزون میخوایم راه بندازیم، به هیچ کس نمیخوایم رحم کنیم. و اینکه دمتونم گرم بابت تمام حمایت‌ها و انرژیایی که دادید و از برنامه حمایت کردید، مرسی. و اینکه خب دیگه تو فصل جدید کلی تغییرات ایجاد کردیم، یعنی البته خب همه چیز همونه ها، ولی خب من تغییرات رو از خودم شروع کردم، همین لباس رو عوض کردم. دیگه چقدر آخه واقعا تغییرات زیادی هم خوب نیست، نه واسه شما خوبه نه واسه من خوبه. کم کم میخوایم این تغییرات رو ایجاد کنیم. مثلا هفته دیگه ممکنه من موهامو رنگ کنم. خب با برنامه تخصصی 85 ما برنامه رو شروع میکنیم. خبر داغ این هفته حرفای ویلموت مربی جدید تیم ملی بود. گفته که از دیدن امکانات تیم ملی دهنش باز مونده. خب ببند بابا دهنتو، اصلا چه کاری که دهنتو باز کردی؟ خودتو مسخره کن مردی که. بعد اینا مربی واقعا پررو شدن ها، میان ایران پول میگیرن ما را مسخره میکنن. تازه نوشته تهران اصلا شهر اروپاییه، این هنوز نمیدونه ما تو آسیاییم. یه مربی برداشتی دووردید، حتی جغرافی هم نمیدونه، چه برسه به ورزش. یکی بهش بگه که آقا ایران تو آسیاست. بعد یه جای دیگه گفته که تهران خیلی تمیزه و همه جا گل پیدا میشه. چرا تا یکی میاد تو ایران برمیدارید گل میدید بهش بکشه؟ چرا اینقدر ساقی داره این شهر؟ من نمیدونم، حداقل جنس خوب بهش بدید، ما آبرو داریم جلوی خارجی ها. بعد گفته محل تمرین ما جای اعجاب انگیزه، مشرف به کوهستان. خب بچه این مردم رو برداشتید کجا بردید؟ کاری باهاش نکنین، اینا میرن شکایت میکنن. اصلا این که میگه ایرانه من نمیدونم، آدم اینا رو میشنوه نگران میشه. یه سری نامه هم به دست من رسیده از اروپا و امریکا که گفتن آقا اگه تهران اینقدر خوبه ما بیایم تهران زندگی کنیم. یه سری ساقیای گل تهران که الان دیگه الان خدا رو بنده نیستن. یعنی دوستم میگفت رفتم پیش یکیشون گفتم گل بده، گفته ما دیگه فقط صادر میکنیم. یهو میبینی از فردا همین ویلموت بهزاد لیتو سپر خلسه گوش میده، راه میفته تو خیابون، شلوارشو میکشه تا زانوش پایین. نذارید این تنهایی بره تو خیابون، پس فردا مثل اون شفر با دافا عکس میندازه کو میسوزونه. حالا ما یه نظرسنجی هم داریم در این رابطه که با هم میبینیم آیا نظرات ویلموت مربی تیم ملی در مورد تهران واقعی است یا دروغه. یک، اینجا تهرانه، یعنی شهری که. دو، اون نشونی هایی که داده درسته ولی اسم شهرش تهران نیست، تورنتوه. سه، شماره ساقی ویلموت رو زیرنویس کنید، لازم داریم. چهار، اگه تهران به این خوبیه بگید همه نروژیا بیان تهران ما بریم نروژ. بله، تا اینجا 3 نفر فقط شرکت کردن. امیدوارم که امشب همه شرکت کنین تو نظرسنجی، چون نصف مشکلات فوتبال ایران به این نظرسنجی بستگی داره. هموطن، همین الان هر جا هستی گوشی رو بردار و بکن چیز، یعنی پیامک بده. به هر حال جان، یه تماس داریم با یک دختری که دختر نیست. ساقی ویلموت؟ بله. خب با ساقی ویلموت تماس گرفتیم. دمتون گرم واقعا بچه‌ها. بیارینش رو خط. بیارنش رو خط که من باهاش صحبت کنم. سلام. سلام داداش، چی میخوای؟ گل دارم، تریاک دارم، جان؟ اسید دارم. نه آقا، اسید که اصلا خطرناکه، خوب نیست اصلا. چی میخوای پس؟ آقا من از این چیزا نمیخوام، من واسه ویلموت زنگ زدم به شما. اون چی میخواد؟ تریاک بیارم 2 کیلو تست کنی؟ آقا 2 کیلو واسه تست واقعا زیاد نیست؟ من اصلا مواد نمیخوام، در مورد مربی تیم ملی میخواستم باهاتون صحبت کنم. مربی تیم ملی میخوای؟ چند گرم؟ مگه مربی تیم ملی هم گرمی شده؟ آره جدید برامون رسیده، میگن خیلی گیرایی داره. یعنی مربی تیم ملی الان اسم یه جور مواده؟ مواد جدیده، استفاده میکنی یه جام جهانی تو فضایی. از دماغ دیگه، درست میگم؟ نه از پایین. نه آقا چه کاریه، من نمیدونم با این هیکلی که مربی تیم ملی داره بعید میدونم مثلا جذب بدن من بشه. چی میخوای حالا؟ بگو به ویلموس چی دادی که اینقدر از تهران خوشش اومده و این حرفا رو زده؟ افدراسیون نامه دادن جنس پاتی بدن بهش، مغزش بیرینه تو ایران موندگارشه. با این سیستم میتونیم خیلی ها رو جذب کنیم. مسی و رونالدو رو هم میتونیم با این مدیریت شما نگهشون داریم تو ایران. حرف مفت نزن، 10 دقیقه دیگه در میلون ولیعصر. آقا من چیزی نمیخوام. نیم ساعت وقت منو گرفتی، زیر 1 کیلو خرید کنی شق شقت میکنه. 1 کیلو دیگه خیلی زیاده. گلی که مربی تیم ملی میدم و برات میارم، 4 کیلو رو تست کن. خوب بود برات باز. جان مادرت بی خیال ما شو. 10 دقیقه دیگه در میلون ولیعصر میافتم دنبالت. گرینگو شو. بابا گرینگو شو اسم برنامه است، من خودم گرینگو ام. منتظرتم لعنتی. تو رو آقا این گیر داده. یه چیزی پخش کنین من برم الان دم میدون ولیعصر رو سری برگردم.
جای نرینا. خب اینو گرفتم، یعنی سبزی قرمه سبزی به نظر میرسه، یعنی احتمالاً حالا امشب بعد برنامه من یه قرمه سبزی بار بذارم باهاش. تو رو خود اینو بردارین، اینجا ناجوره. مشکل بعدی فوتبال ایران که میخوایم حلش کنیم بیران ونده. اون عزیزمون الان چند تا پیشنهاد داره از باشگاه‌های مختلف و میخواد بره. دو سه هفته است که سر تمرینم نرفته، وکیلشو فرستاده. یعنی سر تمرین اصلا فکر کن که با کت و شلوار و سامسونت یه نفر تو دروازه پرسپولیس وایساده. خب البته این خوبه ها، جلوه خوبی داره، واقعا شیک پوشی رو ما خودمون دوست داریم. بعد باشگاه هم بهش گفته شما جای نمیری، برگرد سر تمرینت. همه چی قاطی شده دیگه، قشنگ دارن دعوا میکنن جلوی هم دیگه. این بیچاره هم قشنگ مشخصه که فشار اومده بهش، زده تو کار جادوگری. برو برو ببین خدایش نگاه کن اینو میره اینجا. کارش هم بد نیست، یعنی هرچی بهش بدی غیب میکنه. امکان داره مثلا تو جام جهانی بعدی رونالدو رو غیب کنه. دیوید بیران فیلد اسم جدید ایشونه. منتظر جادوگری های بعدی ایشون هم باید باشیم. خب یه تماس داریم با دختر دیوید کاپرفیلد. آه نداریم، خطرناکه. باشه پس هیچی دیگه، ولش کن. یه سری هم بزنیم به مسابقه نظرسنجیمون که ببینم که بله 4 میلیون نفر رای دادن. فقط 4 میلیون نفر؟ زشته به خدا، آبروی برنامه میره. آقا دو تا صفر اضافه کنید با من. آقا اضافه کن دارم میگم. الان یه سری ها رای دادن ولی گرمن نمیفهمن. بله خب همینطور که میبینید 400 میلیون نفر رای دادن. همینجوری تعداد شرکت کنندگان اضافه بشه، کم کم رو زمین دیگه آدم کم میاد، از سیاره های دیگه باید بیان اینجا رای بدن واسه مسابقه. مرسی که 85 هستی، دم همه 85 ها گرم. البته خب ما بقیه رو هم دوست داریم ها، ولی خب اولویت ما همون 85. تا 85 دیگه بدرود. خب الان که دیگه کنکوری ها مخاطب برنامه ما شدن، ما یه ویدیو در نظر گرفتیم براشون. یعنی اون موقع اینو ندیدن چون داخل بودن داشتن امتحان میدادن. یه آقایی پشت در جلسه کنکور آفتابه میفروشه. آفتابه آفتابه اعلا مشکل باشم مشکل باشم. خیلی هم کار به جاییه، یعنی الان کسب و کارهای ایران هم مطابق با روند جامعه داره پیش میره. یارو رفته دم محل برگزاری کنکور، خب آفتابه بفروشه. در واقع میدونه کجاها بیشتر میرن، میره همونجا آفتابه میفروشه. از اون دانشگاه که خب یه قبولی هم در نمیاد، ما میدونیم، اونم میدونه. به خاطر همین میدونه که کجا این بازاریابی رو انجام بده. بعد خود کنکوری هم وایسادن اونجا اصلا دارن میخندن کنار خیابون. بعد میگه آفتابه تضمینی. یعنی در صنعت گارانتی هم ما داریم به جای خیلی خوبی میرسیم. آفتابه همون گارانتی دارن، امکان داره تو ببریش با خودت دستشوی خودتو بشوری اونجوری که باید، شاید تمیز نکنه. خب زنگ میزنی پشتیبانی 24 ساعته میان اونا میشورنه. همینجوری اصلا نشستی، خب کارشناس میاد شما میگه اصلا میخوام رنگ آفتابه عوض شه، خب رنگ آفتابه رو برات عوض میکنن. سبز داری یهو میگه زرد بهم بده، خب زرد رو بهت میده بدون یه قرون پول. اینم یه حماسه دیگه در صنعت شهرسازی و جاده سازی از هموطنان عزیزمون. دور برگردون به سبک جدید. ماشاءالله تیبا وقتی شهرداری کاری نمیکنه، مردم خودشون دست به کار میشن دور برگردون میزنن. اصلا واسه نزدیکتر کردن راه ها الان همه کار انجام میدن مردم، هر چیزی امکان داره. شما الان از قیافه اون درخت های وسط خیابون اصلا میفهمید که چقدر اینا تعجب کردن. دیده بودن که مثلا تو اتوبان خلاف بیان یا روی پر عابر پیاده مثلا با موتور حرکت کنن، ولی دیگه اینو ندیده بودن. برگاشون ریخته، واقعا برگاشون ریخته. این اصلا کار جدیدی بود. بعد خب وقت تلاس تو ایران، اینو همه ما میدونیم. خدا رو شکر دیگه کم کم داریم جلوی اطراف وقت رو میگیریم. یعنی هر جایی بخوایم دور بزنیم همونجا مسیر رو کج میکنیم برمیگردیم.
این باعث میشه که خب زودتر به کارمون برسیم و از خیلی از کشورهای دیگه جلو بیافتیم. خیلی ایده خوبیه. بعد الکی هم خب شهرداری از اینه نمی کنه دور برگردون بخواد بزنه. همینقدر که اندازه یه ماشین بین درختای وسط خیابون جا گذاشته به نظر من کافیه. آقا من یه ویدیو دیدم هفته پیش که اصلا انگشت به دهان موندم. من از همه خرها معذرت میخوام، از همین تریبون از خرها، پرایدها، بقیه حیوانات، پرندگان، ابرها، زمین، این دکور، بچهای پشت صحنه، دیگه کی بگم، از ماکان بندم که هیچ وقت من معذرت نمیخوام، ولی این بار باز من معذرت میخوام. کلا از همه من عذرخواهی میکنم واقعا به خاطر این ویدیو. شما به قیافه اون خر نگاه کنید. نه این خر نه، اون یکی. بله اصلا پشماش ریخته. میگه خدایا چرا همه چی برعکس شده؟ نکنه خوابم. پرایدا رو بگو، اونا هم تعجب کردن، حس میکنن اصلا تحقیر شدن، میگن پراید اولیه افسردگی گرفته، قول داده دیگه ماشین بدی نباشه، فقط دیگه این کار رو باهاش نکنن. حالا مرد حسابی شانس آوردی که اون خر ماده بود، وگرنه همون بالا یه حالی بهت میداد. یه سری هم دارن دست میزنن. واسه چی دست میزنید؟ واسه خره؟ نه منظورم اون یکی خره است که تونسته بالاخره از یک انسان خرسواری بگیره، واسه اون دست میزنین؟ فکر کن خره زنگ بزنه به دوستاش بگه که امروز رفتم خرسواری، اون خر دیگه اصلا خر سابق نمیشه، دیگه انسان ببینه میپره بالا. شما دیگه تربیت خرا رو هم خراب کردید. دو تا خر این ویدیو رو ببینن چی فکر میکنن؟ این آقام که مثلا من فکر میکنم همینجوری که پیش بره سال دیگه مدال قوی ترین خرکش ایران مال خودش میکنه. یعنی الان خرکش ترین آدمی که من تا حالا دیدم همین بوده. بعد خجالت بکشید، شرم کنید. نمیدونم اصلا واقعا هر کی میخواد زورشو نشون بده یه بلای سر پراید میاره. وقتی که زور پراید به آدم نمیرسه. خب این بدبخ ادعایی نداره که، اصلا همینجوری دست بهش بزنی میره ته دره، دو روز دلش کنی یه گوشه منفجر میشه، سه نفر رو میکشه. میخواید زورتون رو نشون بدید یه ماشین دیگر رو بکشید. این بدبخ همینجوریش هم با ترمز و دنده معکوس وای نمیسه، میخور به ماشین جلویی. زورتون به این رسیده؟ خب رسیدیم به بخش خزمزگان. من بگم واقعا هشدار بدم به این پلنگا و خزمزای مجازی که این بار دیگه من نترستر و پر جرأت‌تر دارم میام سراغتون. جیران حاضری؟ واقعا میخوام اصلا بریم نابودشون. آفرین گیرینگو، دمت گرم، خوش آمد، خیلی با دل و جرأتی، باریکلا. خوشگلی زیادی هم درد سر داری، بیرون نمیتونی بیان، همه نگاه میکنم با وسته دیگه. فکر میکنی داخل چی دردسر داره؟ پشکل زیادی دردسر داره. آره خب مردم تا حالا نیدن یه پشکل آرایش کنه بر تو خیابون، واسه همین براشون عجیبه این نگات میکنه. اصلا زن و دخترها اینو تو خیابون نشون میدن به شوهرها و دوست پسرهاشون که بترسن خیانت نکنن. یعنی میگن اگه میخواین خیانت کنین فقط میتونین با این خیانت کنین. اونا میگن نه اصلا ما اصلا وفادار میمونیم تا آخر عمرمون باهات. درود به شما دوستان گرامی. به نظر من اشغال یعنی این که وقتی صبح از خواب بلند میشی اول بری دوشی بگیری، بس سنت ملبونی که بعد به این ایستا رو روشن کنی ببینی به 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 پست ها اکسپلور رو حسابی ترکونده و این یعنی موفقیت. میگم خوب ترکیبی زدی و عینک دودی و پاپیون و بستنی و میگم حالا من نمیگیم کیا لخ میشن پاپیون میزنن، ولی لاغر اون سیبیل رو بزن پاپیون زدی.
بعد جی رو من نمیدونستم که صبح بیدار شدن و اینستاگرام چک کردن و فوشایی که زیر پستات هست رو خوندن جز موفقیت حساب میشه. این آقا دیگه الان از بیل گیتس هم موفق تره. هر بار ما منتظریم که اتفاق بیفته ولی نمیفته. بعد این فضای مجازی که میگن خطرناکه به خاطر همینه دیگه. الان ببین این میره توی فضای مجازی یه سری ویدیو رو دیده و داره تقلید میکنه. فردا ممکنه مثلا راز بقا ببینه بره یهو یه کار عجیب غریبی بکنه. بعد یه تیکم اومد نزدیک دوربین شد من ترسیدم، فکر کردم میخواد منو بخوره. ای بنده خدا فکر کنم تو باغ وحش بوده در رفته گم شده، رو تیشرتش هم نوشته. میگم تو رو خدا اگه دیدینش تو خیابون زنگ بزنید پلیس و اینا بیاد برش گردونه اون باغ وحشش. خب شاید الان براتون سوالی که کسی رو تو صورت هم نه عزیزای دارم این دن نیست. میدونید چیه؟ این ماسکه، ماسک زردچوبه و عسل و ماست. والا واسه من که اصلا سوال پیش نیومد، چون که من مطمئنم که رو صورتت، یعنی ماسک هست ولی خب ماسک انه. ماست و عسل و زردچوبه که داشته تو خونه، نمک و فلفل به مقدار لازم، یه خورده نخود رو بیام زده تنگش، اونو خورده تولید کرده دادی بیرون زده به صورتش. منو نخور، منو نخور، جیران کمکم کن. گیرینگو بابا چت نترسو میگه، نگفتی من نترسم نمیترسم؟ اینا چیزی نیستن که بابا، جنه. یه بسم الله بگی میره. خب اینم اولین توییترالسیون فصل دو. بریم توییت‌های هفته رو با هم بخونیم. میلو این عکس رو گذاشته و نوشته سرویس خیلی عمومی. نی توییت کرده اونقدر گرمه که داره از ابهت جهنم کم میکنه. مهدی 2468 نوشته حالا باز پشه یه هدفی داره از آزار و اذیت. گشنشه میاد خون میخوره سیر بشه. ولی مگس فقط میخواد اعصابتو خرد کنه وقتش بگذره. محمد نوشته با این اوضاع چند تا زنگ گرفتن بازیگرا دور نیست روزی که عطاریا رو شیشه بنویسن خاک صحنه جهت افزایش قوای جنسی موجود است. هامارسین توییت کرده دایم تعریف میکرد یه بار توی شرکتی تازه استخدام شده بودم یه دختر خیلی خوشگل و با کمالات اومد واسه مصاحبه، کلی نظر و نیاز کردم که این استخدام شه، فرداش اونو استخدام کردن منو انداختن بیرون. نفتالین توییت کرده به بابام میگم دندونم درد میکنه، میگه یکم بخواب خوب میشه، انگار کامپیوترم که با خاموش روشن کردن درست بشه. خیلی خوب بود، دمتون گرم. و توییت هفته یاشار توییت کرده یعنی چی دستشویی دارم؟ شما گشنت میشه میگه آشپزخونه دارم؟ عالی بود، دم تک تکتون گرم، مرسی. خب دنی کاظمی در فصل دو هم ما رو همراهی میکنه با شعبده بازی و تردستای عجیب و غریبش. ویدیوی این هفته رو با هم ببینیم. خب یه چیز جالب میخوام ازش بگم. میدونی چرا به این اسکناسا میگن 2000 تومانی؟ برای اینکه توش 2000 تومانی هست. واقعا توی هر 2000 تومانی 2000 تومانی هست. آره نگاه کن، اگه این 2000 تومانی رو تاش کنم میبینی دستم خالیه، درسته؟ آره. نگاه کن یک دو اگه بکشم میشه 2000 تومانی. چجوری میشه 2000 تومانی؟ توشه 2000 تومانی. نگاه کن هر وقت هم که بخوام برگرده اگه یک دو پرتش کنم دوباره برمیگرده این تو. چطور میتونم کنی؟ وای تو تومانی معمولیه؟ آره معمولیه، واقعا معمولیه. مگه میشه؟ سلام، دکتر گیرینگو هستم و با ادامه بحث داغ عشق مجازی در خدمت شما هستم. از آسیب‌های عشق مجازی میتونیم به آسیب‌های خانوادگی اشاره کنیم. مثلا شما در حال فرستادن یک عکس از اعضای بدنتون به یک دختری که تازه باش آشنا شدین هستین که ناگهان از اتاق بغلی صدای برادرتون میشنوی که میگه خاک تو سرت کنن، بس دیگه نفرست. خب این اشکال به وجود میاد. همین که میگن خانواده همیشه و همه جا کنارته واقعا راست میگن. من بارها عکس از همه جای بدنمو فرستادم ببین پلنگای اینستا یهو آشنا در اومدن.
اصلا سر همین موضوع با خیلی از فامیلامون دیگه اصلا رفت و آمد نداریم. البته خب خیلی هاشون هم از عمد فرستادم که دیگه رابطمون قطع بشه. حتی مثلا بوده که ما همسایه‌ای داشتیم که از این همسایه الکیا مثلا دختر نداشتن، خب مثلا فاز رفت و آمد هم داشتن اینا. خب من مجبور شدم که دو سه روز تو راپله لخت مادرزاد بخوابم که اینا کلن با ما قطع رابطه کنن. بارها و بارها از خود من پرسیده شده، یعنی هزاران هزار ایمیل اومده و صد هزاران هزار دایرکت اومده که دکتر جان ما چطوری میتونیم مخ بزنیم؟ خب سوال بسیار خوبیه. ما برای اولین بار در تاریخ علم روانشناسی میخوایم این کار رو به صورت زنده برای شما انجام بدیم. من اجازه بدین که موبایل رو بیارم بیرون و خب خیلی راحته، کار بسیار سختی نیست. من شماره دختر همسایه‌م اینوریمون که همچین دختر باوقاری هم بود شمارهشو گیر آوردم و همین الان به صورت زنده ما چت میکنم باهاش که شما بدونید و آشنا بشین و نترسین واقعا از این قضیه. خب چون که ما آدم بسیار مؤدبی هستیم با سلام ما چت رو شروع میکنیم. بله ما مطمئنم که بیداره و الان جوابمونو میده. بله ببینین، خب ساعت 9 شب کی میخوابه واقعا؟ راست میگه اینه کیو. دیدین که به راحتی جواب داد، گفتم که اصلا کار سختی نیست. مرحله بعد اینه که شما خیلی شفاف و صریح و با جرأت اون چیزی که در دل دارید رو به زبان بیارید. البته من اینجا به زبون نمیارم، مینویسم. واقعا ببینیم که چه جوابی رو داره ایشون. خب عرض کردم خدمتتون داره. بله مانتو شلوار رو سری. خب مجددا ادامه بدید، یعنی با قدرت باید پیش برید. مطمئنم جواب میگیرم، این چت واقعا جواب میده. برای اولین باره که نوشته که تو خیابونم احمق. خب ببینین این از اون پرواست، این از اون پرواست که میدونم چجوری جوابشو بدم. ببینین بعضی وقتا که این اتفاقاری میفته شما باید خیلی محکم جواب بدین، یعنی یه تو دهنی که اصلا یه جوری من الان جوابشو میدم که دیگه گربه رو دم هجله بکشم یه جورایی. پر از اون پرواست با بد کسی در افتاده. جان نوشته که هیچ وقت سنشو نپرد. خب احتمالاً الان شرط خوبی نداره برای اینکه جواب بده، ولی خب به هر حال ما ادامه بحثمون رو داشته باشیم. من باز برمیگردم به چت و ادامه میدیم و به شما میگم که اصلا خیلی راحت میتونین مخزنی رو انجام بدید. چطوری عشق مجازی رو استخراج کنیم؟ ببینین الان دیگه استخراج عشق مجازی از استخراج نفت و بیت کوین سخت‌تر شده. دیگه کسی خونه نمیاد، حتی بیرون هم نمیان لامصبا. یعنی یه سال با طرف داری چت میکنی، میگی بیا ببینمت، میگه نه گرمه، نه بابا گرونه، نه بابا سرده، نه بابا بارونه. یعنی الان عادت کردن به چت کردن، حتی به زورم بکشونیشون بیرون جلوت میشینه با چت میکنه، یعنی اصلا اونجوری بهت پیام میده. بعد بهش میگی خب حداقل نگام کن، میگه من نمیخوام نگات کنم چون که نمیخوام تصویری که از تو ساختم خراب بشه. مشکلات عشقای مجازی چیه؟ ببینین من خودم به عنوان یک عشق مجازی که همه عاشقم هستن چند تا مشکل دارم. پول ندارم مثلا، خونه ندارم، ماشین ندارم، تو رو خدا اینا رو برام بخرید، دمتون گرم، مرسی، لطف میکنید. ولی خب مشکلات دیگه هم هست. مثلا شما یه عکس از عشقتون از یک زاویه مناسب میبینی، شبیه ترانه علیدوستی هم شده، بعد میری بیرون ببینیش، میبینی اون زاویه مناسب رو واقعا پیدا نمیکنی، یعنی از هر زاویه نگاه میکنی شبیه مستر تیستره. یا یه عکس قدیمی از عشق دیدی واسه 9 سال پیش بوده، اصلا به خودت میگی که من اینو ببینم بغلش میکنم، تو هوا میچرخونمش و محکم فشارش میدم، یهو میاد میبینی 240 کیلو وزنشه. خب طرفو بلند میکنی، یهو دیسک کمرت میزنه بیرون، 9 ماه بعد بستری بشی توی بیمارستان. بهترین کار اینه که شما قشنگ تحقیقاتتون رو کامل کنید، یعنی اول با طرف قرار بذارید، چند تا از دوستاتون رو بفرستید اونو ببینن، اگه تایید کردن شما برید با دختر قرار بذارید، یا حداقل رو آمادگی جسمانی خودتون کار کنید که اگر رفتین سر قرار و اون چیزی که فکر میکردین نبود بتونید از دستش همونجا سریع فرار کنید. در ادامه ی حرکت علمی آموزشی مخزنی اجازه بدین که چند تا نکته رو به شما بگم. یکی از تکنیکا فاصله گذاریه. شما نباید تون تون جواب طرفو بدید، یه ذره فاصله رو رعایت کنید، زمان بدین به خودتون و به ایشون و بعد شروع کنین دوباره رو مخش کار کردن. الان به نظر من فرصت خوبیه که من بتونم
جوابش رو بدم که گفته بود هیچ وقت از یک دختر سنش رو نپرس. ببینین سوال سعی کنین با سوال جوابش رو با سوال زده نمیدونم. خب ببینین بعضی وقتا باید کوتاه بیاید. این قضیه خیلی مهمه. زده تو چند سالته؟ خب ببینین این جاییه که شما میتونین واقعا مانور بدید. دیگه اینا جوابی ندارن برای این قضیه. یک سال واقعا بی ربط جواب منطقی دادم که اصلا مطمئنم که دیگه جواب داد. خب ببینید این واقعا از اون پر رواست. برمیگردیم به بحث خودمون. ببینید کلا دنیای مجازی ایران هم جای جالبیه. ما اصلا یه دور زدیم توی اینترنت چند تا سخن بزرگان رو پیدا کردیم که به نظر من واقعا مهمن اینا. شما اصلا تصویر اول رو ببینید. بله آلبرت اینشتین گفته که عشق مجازی پاک است، با فرستادن عکس پایین تنه عشق مجازی رو خراب نکنید. اصلا زمان اینشتین اینترنت نبوده، ولی شما آینده نگری این بزرگوار رو ببین. در مورد همه چیزم هم جمله داره. من چند وقت پیش یه جمله دیدم که در مورد گیم آف ترونز گفته بود. احسن بر این، واقعا بزرگوار. ببینید واقعا چه جوابی داره. باید خیلی شفافتر منظور رو بیان کنم. حالا برگردیم سر عکس بعدی. بله ماکانبند بزرگوار گفتن که نمیدونم عشق مجازی چی هست و کی هست، ولی هر جا باشه پیداش میکنم و کپی میکنمش. حتی این دوستان هم ارادت خاصی به عشق مجازی دارن. بالاخره هر کی در حرفه کاری خودش عشق خودش رو باید پیدا کنه و در همون حرفه هم باید یک جوری کمک بکنه به این عشق. بسی که جواب داد بله پاشو بیا کافه. ببینین نباید عقب بکشین، اینا این مسائل هست، ولی شما باید با قدرت جواب ایشون رو بدین و شما ببینین که من چطور جواب میدم که بیاد خونه. آها خب ببینین عرض کردم که کم نیارین، اینم پر روه از اون زبون بازاست. خب دیگه زبونش بسته شد، این میاد خونه الان. خب بازم که عکس بعدی رو ببینیم. اینجا استاد خیابانی که در وصف عشق مجازی گفتن قطعا وقتی تو شبکه‌های مجازی عاشق میشید بهش میگن عشق مجازی. هرچی فکر میکنم میبینم درست میگه. کلن هیچ کس اندازه ایشون درست نمیگن. من تا حالا ندیدم اصلا اشتباه بگن. برگردیم به بحث علمی آموزشی ما که همون مخزنیه. ببینین دوستان در مواقعی که شما گیر کردین تو این بحثای مخزنی، یک چیز هست که کلیده، در حقیقت شاه کلیده و شما با این میتونین همه درها رو باز کنین و اونم بحث ازدواجه. هر جا کم آوردین پیشنهاد ازدواج بدید. الان شما ببینید که من بهش پیشنهاد ازدواج میدم چطوری مخش زده میشه. تا بدونه ببینین این برای اینجاز شیوهاییه که خب کم نیارید، مجددا درخواستتون رو بگید. قرار اول خونه نمیان، به هر حال این هست، همه گیر شده، ولی مشکلی نداره، ما جلو میریم. اینا جوابی ندارن واقعا بدن. آها جواب دادن. خب یه عکس دیگر رو ببینیم که من مجددا یه جواب دندان شکن من به ایشون بدم و اصلا دیگه مخش کاملا زده بشه. به عشقهای مجازی خود بگویید قرار اول به خانه بیاین، کافه ها گرون شده. گاندی اینو گفته. آفرین بر شما آقای گاندی، احسن بر تو، چه جمله ای و چقدر به موقع و به جا. در همین حینی که ما داشتیم حرکت علمی آموزشی مخزنی رو انجام میدادیم، این سخن بزرگوار واقعا به داد ما رسید. این دیگه حرف من نیست، گاندی میگه اینو. وقتی هم ایشون چیزی میگه قطعا درسته. اصلا من سگ کی باشم که بخوام رو حرف ایشون حرف بزنم. الان ببین که من چطوری جواب این دختر خانم رو میدم که میگه من قراره دوم میام خونه، که اصلا دیگه کاملا مخش زده بشه. ما این حرفا رو نداریم دیگه. کسی رو حرف گاندی که دیگه نباید حرف بزنه که. ببینین از قرار دوم میخوام شروع کنیم، دیگه تموم شد، دیگه مخش الان زده شده کاملا. یه جوری شده که دیگه عرض کردم خدمتون خیلی ساده است، زیاد این چیزه. یعنی ببینین به هر حال مخش زده شده کاملا دیگه، یعنی تو مشت منه حتما. حالا چیزه میخواد قطع کردیم الان، میخواد یه وله پخش کنیم که
عرض بله گفتم خدمتتون، به همین سادگی بود، یعنی مخزدن کار سختی نیست. به هر حال آقا قطعش کنیم. خب اینم قسمت اول فصل دوی گیریم و شو بود. امیدوارم که لذت برده باشیم. چند تا نکته رو بگم و برم. یکی این که برای قرعه کشیه که ما همیشه داشتیم توی فصل اول همیشه دو برنده داشتیم، ولی الان یک برنده 500 دلاری داریم. و برای این که توی لیست قرعه کشیه ما باشید، زیر آخرین پست اینستاگرام من کامنت بذارید. و اینکه باید این مژده رو بدم به شما که توی فصل دو ما کلی بخش ها و آیتم های هیجان انگیز و باحال داریم که اینا رو کم کم روم کنیم برای شما. قربونتون برم و بیسمنتتون تا هفته دیگه گرم نگه داریم. فدای همگی. اوه این سوراخ ارتباطی رو دیگه توی فصل دو تو رو خدا دیگه در هر حال دیگه نباید اینا رو بگم دیگه. قربونتون برم، مجددا بیسمنتتون گرم. فدای همگی.